برای یک هنرمند متعهد و با سابقه هم گاه سالها طول می کشد تا اندیشه هایی که در ذهن پرورانده است بارور کند. برای نیکزاد نجومی، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در تعریف هنر مدرن ایران نقش مهمی را ایفا کرده است، 3 سال طول کشید تا بار دیگر آثار خود را در نمایشگاهی انفرادی به روی دیوار ببرد. بیشترشون کار جدیده، یعنی سال 2013 انجام شده، ولی کارهایی هست که 2011 است، مارس و 2012، ولی یه سری کارم هست که قبلا انجام شده و من معمولا دستم بهش برسه دوباره روی اینا کار میکنم. بعضی از این کارها ممکنه 2008 باشه، 2009 باشه، من روش دوباره کار کردم. نیکزاد نجومی که با اسم هنری نیکی نجومی در عرصه هنر شناخته شده است، از جمله هنرمندان معترض است که در طول زندگی حرفه‌ایش همواره با جنبش‌های مردمی ایران حرکت کرده است. آثار او عمدتاً سیاسی است و با ترکیبی از منابع تاریخی، اخبار روز، نقد ریالیستی اجتماعی و سوریالیسم انتزاعی شکل گرفته. نقاشی‌های فیگوراتیو با مضامین انسانی و حیوانی در چشم‌اندازهای نامشخص و متروک. تا اونجا که من می‌دونم زمان شاه، قبل از 2-3 سال آخرش، کار اعتراضی واقعا شروع شده بود. باز چه طریق پوستر، چه از طریق کارهای کارتون. کار نقاشی هم کم و بیش می‌شد دید که بعضی از نقاشی ایران، مهم نقاشی ایران، کار شروع کرده بودن، مثل خاص و شاگرداش در واقع داشتن این کار میکردن. اما بعد از انقلاب که وسعت بیشتری پیدا میکنه، 2 جهت میگیره. یکی جهت نقاشی اسلامی بوده که خود اونا اصلا کاملا سیاسی هن و به خاطر پرداخت به اصطلاح پروپاگاندای سیاسی کار کردن. یعنی تمام کارهایی که انجام دادن روی برنامه پروپاگاندای اسلامی بود. و تا میرسیم به مثلا 10-15 سال پیش که دوباره شروع میشه نقاشی، مسئله کانسپچوال آرت مطرح میشه. توی این کانسپچوال آرت و کارهای دیگه که در محور اون انجام میشه، کار اعتراضی هم صورت میگیره. تیمور گرانی، صاحب گالری، از انگیزه انتخاب نیکزاد نجومی برای افتتاح گالریش چنین میگوید: ما نیکی رو به چند دلیل انتخاب کردیم. اول به خاطر اینکه ایشون یک استاد پرکار و مشهور ایرانیه و ما میخواستیم گالری رو با یک هنرمند صاحب نام افتتاح کنیم. نیکی همزمان با اینکه ایرانیه در نیویورک زندگی میکنه، هم در اینجا و هم در خاورمیانه ریشه داره، که این موضوع هم با فلسفه گالری ما هم خونی داشت. و سومین دلیل این که 2 قطعه از نقاشی‌های آقای نجومی همزمان در نمایشگاه هنر مدرن ایرانی در موزه هنر آسیایی نیویورک نمایش داده میشه، که فرصت خوبی رو برای علاقه‌مندان ایجاد میکنه تا با مقایسه کارهای قبل از انقلاب و آثار جدید ایشون شاهد رشد هنری و تغییراتی که در آثارشون ایجاد شده باشن. اما آیا این تغییرات در افکار سیاسی عقیدتی آقای نجومی هم پدیدار است؟ اعتقادات سیاسی نه، جوان‌تر که آدم هست شوقش خیلی بیشتره. الان با تأمل بیشتری این کار رو میکنم، ولی از نظر اینکه اعتقادات سیاسی چه به سرش آمده، سر جاشه و مطمئنم که در بعضی موارد شدیدتر هم هست. شاید یکی از ویژگی های کارهای نیکزاد نجومی توانایی او در به تصویر در آوردن آثاری است که در عین حال که کاملا جنبه سیاسی دارند، اما از لحاظ زیبایی شناسی نیز جذاب و محصور کننده. بدون مفهوم هنر، خود کار سیاسی دیگه یه کار سیاسی میشه، یعنی ربطی به هنر نداره، یک تبلیغ سیاسی میشه، یه تبلیغ، یه پروپاگاندای سیاسی میشه. اون چیزی که مسئله است واقعا مسئله هنری این قضیه است و این دوتا ترکیبه که میتونه در واقع از نظر من یه هنر ایدئالی رو به وجود بیاره، که کار هنری درجه یکی باشه ولی معنا و محتوای حالا سیاسی اجتماعی داشته باشه. نجومی اما برای معرفی هویت ملی فرهنگی خود در آثارش لزوماً به عناصر ویژه ایرانی متوسل نمی شود، امری که به گفته خودش کاملا انتخابی و عمدی است. از آقای نجومی درباره چشم‌انداز نقاشی در بین انواع سبک‌ها و رسانه‌های هنری روز سوال کردم.
انواع اقسام کار داره انجام میشه، اینستالیشن، عکاسی، میدیا، هر چیزی که بگی داره انجام میشه. نمیتونیم بگیم نقاشی در کجا این قضیه است. نقاشی داره پیش میره. البته طبق معمول هر 10 سال یک بار هم میان میگن نقاشی مرد، نقاشی از بین رفت. ولی ما که در همه مدت کار خودمون رو داریم میکنیم، من فکر میکنم همه نقاشی هم همین کار رو میکنه. نمایشگاه انفرادی نیکزاد نجومی در شب گشایش گالری تیمور گورانی با استقبال بیش از 400 دیدار کننده مواجه شد، امری که ثابت میکند نقاشی هنوز نمرده است. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.